اول انقلاب که خود کشور به هم پاشید دیگه، لذا بعد کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواد و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تحقیق مراقبت رو انداختیم. یعنی وقتی تجاری سواد همشین اسکیزه بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای شکنجه ها و تحقیق مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها. در حقیقت ما شکنجه های جگاه استفاده نکردیم، اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی مناظرین دست و اصله بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اصطلاحاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای میخواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اصطلاحاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن رو پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اصطلاحاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.